بسم الله الرحمن الرحیم، مریم تیموری یگانه هستم. با آموزش هیدرولیک پیشرفته در خدمتتون هستم. توی فصل اول در ارتباط با مقدمی بر هیدرولیک پیشرفته صحبت خواهیم کرد. علم هیدرولیک به عنوان علمی که رفتار مکانیکی سیالات یعنی سکون، حرکت و تغییر شکل‌های وارده با دخالت شرایط مرزی رو بررسی می‌کنه، تکامل پیدا کرده و در دوران حاضر به عنوان یک در واقع ضرورتی از شناسایی رفتار مکانیکی سیالات هست و به عنوان یک شاخه از علم مکانیک سیالات در نظر گرفته میشه. خود علم هیدرولیک دو تا شاخه داره که شامل جریان در کانال باز و جریان در داخل دوله هست که این دو تا جریان و دو تا شاخه از علم هیدرولیک یک سری تفاوت‌ها و شباهت‌های با هم دیگه دارن که مورد بررسی قرار میدیم. جریان در داخل لوله کل مجرا رو پر میکنه و دارای فشار هیدرولیکیه. جریان در کانال باز یک سطح آزاد داره و در معرض فشار اتمسفره که در تمام طول کانال نسبتاً ثابت باقی میمونه. برای مقایسه جریان در لوله و جریان در کانالمون یک شکلی رو براتون توی اسلاید آوردم که با هم دیگه بررسی میکنیم. توی خط لوله رو در نظر بگیرید که دو تا پیزومتر دارید. توی این دو تا پیزومتر میبینید که سطح آب توی این خط لوله بالا میره. حالا این سطح آبی که داره بالا میره، اختلاف سطح آب بین این دو تا خط لوله اتفاق میفته که به اون خط گرادیان هیدرولیکی میگن. خط گرادیان انرژی هم در داخل این خط لوله شما میبینید که این خط گرادیان انرژی در واقع اون اختلاف سطح آب به علاوه اون حد سرعتیه که اتفاق میفته، یعنی شامل کل این میشه. خط گرادیان انرژیمون میشه حد سرعت، حد پتانسیل و این مقدار اچی که ما اینجا داریم. پس مقدار کل V1 به توان 2 به 2 GP1 بخشر گاما و H1 حد انرژیمون رو یا خط گرادیان انرژیمون رو توی مقطع 1 برمون به دست میده و در مقطع 2 هم V به توان 2 به 2 GP2 به گاما و H2 رو برای مقطع 2 داریم که اگر مجموع اینها رو توی هر دو تا مقطع به دست بیاریم و توی خط لوله اینها رو به هم وصل بکنیم، خط گرادیان انرژی من به دست میاد. خط گرادیان هیدرولیک من از P1 به گاما و H1 یعنی مجموع این دوتا و برای مقطع 2 هم به همین ترتیب P2 به گاما و H2 رو برای مقطع 2 مون جمع کنیم، در واقع این دوتا رو به هم وصل کنیم، خط گرادیان هیدرولیک من به دست میاد. توی کانال هم به همین ترتیبه. دوستان ببینید ما یه HR رو هم توی کانال داریم و هم توی خط لوله داریم. این به دلیل افت استحکاکی اتفاق میفته. افت استحکاکی که در جدار لوله هست. افت استحکاکی که در کانال ممکنه که اتفاق بیفته. تحت تاثیر زبری و غیره ما این افت رو بالاخره در داخل خط لوله داریم که این افت رو با HL نمایش میدیم. در داخل کانال هم به همین ترتیب ما این رو داریم. خب این مقایسه که انجام گرفت و خط گرادیان هیدرولیکی که خدمتتون توضیح دادم به همین ترتیب هست و برای خط گرادیان انرژی هم EGL توضیحاتش رو خدمتتون دادم که میتونید در اینجا باز دوباره بر اساس توضیحاتی که براتون نوشتم این رو داشته باشید. سطح آب آزاد فقط تحت فشار اتمسفر قرار میگیره که معمولاً به عنوان مرجع فشار صفر نامیده میشه. توزیع فشار در هر بخش به طور مستقیم با عمق اندازه‌گیری شده از سطح آب آزاد متناسب هستش. در این حالت خط سطح آب با گرادیان هیدرولیکی در جریان لوله مطابقت داره. برای حل مسائل جریان توی کانال‌های باز ما به دنبال روابط وابسته به هم، یعنی بین شیب سطح کانال، شیب کف کانال، دبی، عمق آب و سایر مشخصات کانال باید باشیم. در ارتباط با مشخصات و تعاریف هندسه‌ای که توی کانال‌ها وجود داره، باید بدونیم که تعاریف اولیه هندسی و هیدرولیکی مورد استفاده برای توصیف جریان توی کانال باز از طریق یک بخش کانال عبارت میشه از دبی جریان، یعنی حجم آب عبوری از یک مقطع جریان در واحد زمان، یعنی وی به تی. وی منظور همون حجم آب هستش. دوم مساحت جریان یا سطح مقطع جریان که با نماد آ نشون داده میشه. سوم سرعت متوسط یعنی دبی تقسیم بر مساحت جریان. اینجا وی سرعت متوسط برابر میشه با کیو بخش بر آ.
چهارم عمق جریان، فاصله عمودی از کف کانال تا سطح آزاد رو ما بهش عمق جریان میگیم. و پنجم عرض سطح آب هست که با نماد تی نشون داده میشه. همچنین محیط خیس شده یا پی در طول تماس آب با یک مقطع از کانال رو ما بهش محیط خیس شده میگیم که با نماد پی نشون میدیم. عمق هیدرولیکی که با نماد دی نشون داده میشه، مساحت جریان تقسیم بر عرض سطح آب هست که به صورت دی برابر میشه با آ بخش بر تی. یعنی مساحت جریان تقسیم بر عرض سطح آب رو ما بهش عمق هیدرولیکی میگیم. شو هیدرولیکی که با آر اچ نمایش داده میشه، مساحت جریان تقسیم بر محیط خیس شده یعنی شعاع هیدرولیکی. آر اچ برابر میشه با آ تقسیم بر پی. شیب طولی کف کانال که با نماد اس صفر نمایش میدیم. شیب جانبی که با نماد ام هسته، شیب اطراف کاناله که به صورت یک واحد عمودی بر ام واحد افقی تعریف میشه و معمولا توی مسائل به صورت یک دو نقطه ام نشون میدن که اون یک فاصله عمودی هست و ام منظور اون بخش افقی هستش. عرض کف کانال که با نماد بی نشون داده میشه. ببینید توی این اسلاید براتون یک مشخصات و تعاریف هندسی رو در کانال‌های مختلف آوردم که مساحت، پارامتر محیط خیس شده رو داریم، شعاع هیدرولیکی رو داریم، عرض سطح آب و عمق هیدرولیکی رو توی این شکل بهتون نشون دادم. برای یک شکل که مقطع مستطیلی داره، مساحت برابر میشه با بی وای و محیط خیس شده برابر میشه با بی به علاوه دو وای، یعنی این عرض سطح آب به علاوه دو وای یعنی عمق کانال. و شعاع هیدرولیکی هم به صورت بی وای یعنی بی در وای بخش بر بی به علاوه دو وای که ما اینجا گفتیم که شعاع هیدرولیکی رو با نماد آ بخش بر پی نمایش میدیم، یعنی مساحت جریان رو تقسیم بر محیط خیس شده. این به ما شعاع هیدرولیکی رو میداد. این رو توی اسلایدهای قبل خدمتتون توضیح دادم. خب این بی به وای بخش بر این محیط خیس شده که بی به علاوه دو وای هست به ما شعاع هیدرولیکی رو میده. عرض سطح آبمون هم که بی هستش. در ارتباط با این عرض سطح آب اینجا بیه، منظور این تیه رو همون توی مقطع مستطیلی با بی ما میتونیم تعریف کنیم. در ارتباط با عمق هیدرولیکی هم که عمق هیدرولیکی ما وی برابر میشه با وای. عمق هیدرولیکی رو آ بخش بر تی نمایش میدادیم. آ اینجا مساحت جریان ما که بی وای هست بخش بر این تی که عرض سطح آب هست، مقدار عمق هیدرولیکی میشه وای. یعنی این بی ها با هم قطع میخوره و اون چی که باقی میمونه برای مقطع مستطیلمون در ارتباط با عمق هیدرولیکی وای خواهد بود. حالا همه این روابطی که ما در اسلایدهای قبل و برای یک مقطع مستطیل خدمتتون توضیح دادیم، برای سایر مقاطع هم به همین ترتیب هستش. یعنی توی مقطع زوزنقه‌ای و مقطع مثلثی و مقطع دایره‌ای ما تمام این روابط رو داریم و بایستی برای پارامترهای مختلف اینها رو تعریف کنیم. مثلا در ارتباط با مساحت جریان توی یک مقطع زوزنقه‌ای، و ما مقطع زوزنقه‌مون از یک مقطع مستطیلی به علاوه دو مقطع مثلثی تشکیل شده که مساحت جریان توی مقطع زوزنقه‌ای برابر میشه با بی به علاوه ام در وای، کل این بی به علاوه ام در وای در یک وای. و در مورد پارامتر محیط خیس شدهمون، بی به علاوه دو وای در رادیکالی که به علاوه ام به توان دو، و در ارتباط با شعاع هیدرولیکی عرض سطح آب و عمق هیدرولیکی هم روابط مربوطه وجود داره و به این ترتیب میتونید برای مقطع سوزنقه این پارامترها رو محاسبه کنید. در ارتباط با مقطع مستطیلی و مقطع دایره‌ای هم همین روابط وجود دارن و بایستی متناسب با شکل مقطع پارامتر شعاع هیدرولیکی و عمق هیدرولیکی، عرض سطح آب، محیط خیس شده و مساحت رو شما متناسب با اون شکل تعریف کنید. در ارتباط با طبقه بندی انواع جریان در کانال‌های باز، شما جریان در کانال بازتون رو بر اساس معیارهای مکانی و زمانی طبقه بندی می‌کنید. بر اساس معیار مکان در جریان یک نواحی توی کانال باز در شرایطی که عمق آب در طول کانال در یک زمان معین ثابت باشه،
این جریان یک نواخت اتفاق خواهد افتاد. بنابراین عمق آبمون توی کانال توی یک زمان معین ثابت هستش و این باعث میشه که جریان یک نواخت توی کانالمون اتفاق بیفته. در جریان های یک نواخت بیشتر توی کانال های منشوری رخ میدن. کانال هایی که سطح مقطع و شیب کف در طول کانال تغییر پیدا نکنه. اگر عمق یا دبی آب در طول کانال تغییر کنه، نشون دهنده جریان متغیر هستش. بسته به این که تغییرات در عمق در واقع به چه صورت هست، جریان متغیر تدریجی یا ناگهانی ممکنه که اتفاق بیفته. جریان متغیر رو میتونیم به عنوان جریان متغیر تدریجی یا جریان متغیر سریع طبقه بندی کنیم. جایی که جریان از زیر یک دروازه وارد کانالی با شیب ملایم میشه، جریان بلافاصله بعد از دروازه به حداقل عمق خودش میرسه و به تدریج در پایین دست تغییر پیدا میکنه. پس این میشه جریان متغیر تدریجی. اگر جریانمون از زیر دریچه عبور پیدا کرد و یک پرش هیدرولیکی همراه بود، در اون صورت اون میشه جریان متغیر سریع. پس اون آب از طریق یک پرش هیدرولیکی به سرعت تغییر پیدا میکنه و بعد از اون ثابت میمونه. در ارتباط با حالا این طبقه بندی هایی که صورت گرفته و جریانی که از زیر این دریچه خدمتون توضیح دادم، میبینید که زمانی که ما یک اسلوسگیتی اگر داشته باشیم، یک دریچه اگر اینجا داشته باشیم، تا یک فاصلهی وقتی که جریان از زیر این دریچه عبور پیدا میکنه، حالت جریان متغیر تدریجی دارید. و بعد از اون وقتی که پرش هیدرولیکی اتفاق میفته، جریان متغیر سریع رو شما در اینجا شاهد میشید. و بعد از جریان متغیر سریع، ببینید که یک حالت ثابتی در سطح آب اتفاق میفته و دیگه عمق ثابت میشه. در این حالت شما جریانتون به حالت یک نواخت میرسه. این توضیحاتی هستش که در اسلاید قبل خدمتون توضیح دادم. بر اساس معیار زمانی جریان کانال باز به دو دسته تقسیم میشه. این دو دسته در واقع جریان ثابت و جریان ناپایدار یا غیر ماندگار هست. یا میتونیم بگیم جریان ماندگار و جریان غیر ماندگار یا جریان ثابت و جریان ناپایدار. توی جریان ثابت و ماندگار دبی و عمق آب در هر مقطع با زمان در طول دوره مورد نظر تغییر پیدا نمیکنه. توی جریان ناپایدار دبی و عمق آب در هر مقطع با گذشت زمان تغییر پیدا میکنه. جریان های یک نواخت توی کانال باز عمدتاً پایدار هستند. در ارتباط با جریان یک نواخت ناپایدار توی طبیعت این امر بسیار نادر هست و کم اتفاق میفته و ما جریان یک نواخت ناپایدار نداریم. عموماً جریان های یک نواخت پایدار هستند. جریان کانال باز متغیر یا جریان متغیر ممکن که پایدار یا ناپایدار باشه. موج سیل و موج جزر و معدی نمونه ای از جریان های ناپایدار متغیر هستند. در ارتباط با توصیف جریان در داخل لوله، در اواخر قرن 19 یک مهندس بریتانیایی به نام رینوفز یک آزمایشی رو در داخل خط لوله انجام داد و توی این خط لوله در واقع شرایط جریان رو مورد بررسی قرار داد. خب ببینیم این آزمایشی که انجام داده به چه صورتی هست. اون اومد یک لوله شیشه بلند و مستقیم رو با یک سوراخ کوچیک توی یک مخزن بزرگ با جدار شیشه‌ای در نظر گرفت. یک شیر کنترلی توی انتهای خروجی این لوله شیشه‌ای برای تنظیم جریان خروجی قرار داد و یک بطری کوچکی که اسمش رو ما اینجا بی گذاشتیم پر از آب رنگی کرد که بتونه این جریان رو از این بطری کوچیک که توش آب رنگیه به داخل خط لوله انتقالش بده. توی این بطری هم یک شیری برای تنظیم این گردنه وجود داره که بخواد اون جریان رنگی رو که میخواد وارد این خط لوله بشه از این بطری تنظیمش کنه. آب رو در داخل مخزن یک چند ساعت باقی گذاشت که به حالت تعادل خودش برسه. بعد از مدتی هم این دریچه سی رو باز می‌کرد هر مرحله
تا ببینه خط جریانی که در داخل لوله اتفاق میفته چطوری میشه، به چه شکلی میشه، که این رو من الان روی شکل براتون توضیح میدم. ببینید این همون مخزنه هست که یک دریچه ای رو اینجا قرار داده که این آب رنگی که میخواد وارد این خط لولش کنه با استفاده از این دریچه تنظیمش کنه. از طرف دیگه یک دریچه دیگه اینجا دارید به اسم دریچه سی که اینجا سرعت رو توی خط لولمون تغییر میداد. این رو هر دفعه باز و بسته میکرد و تغییراتش با استفاده از این دریچه سی اتفاق میافتاد. بعد از اینکه این در واقع جریان رو باز کرد و خط آب رنگی رو وارد این خط لوله کرد و این دریچه سی هم آرام باز کرد که ببینه که این جریان توی خط لوله چطور اتفاق میفته، در مرحله اول دید که این خط آب رنگیمون به صورت کاملا آرام و به صورت یک خط ممتد توی این خط لوله حرکت پیدا میکنه. اما هر بار که این دریچه رو باز و بستش میکرد میدید که تغییرات سرعت توی این خط لوله داره اتفاق میفته و این آب رنگی که توی این خط لوله حرکت پیدا میکنه دچار پارگی میشه و این رو هر موقع بیشتر باز میکرد این پارگیه با سرعت بیشتری اتفاق میافتاد و توی همون مقطع ورودیمون این پارگی توی همون مقطع ورودیمون این پارگی رو مشاهده میکرد. این رشته های پارگی هم که براتون تو اینجا توضیح دادم که اگر به صورت ناگهانی اتفاق بیفته پارگی زودتر اتفاق میفته توی همون ابتداست و اگر به تدریج باشه توی یک فاصله ای این پارگی اتفاق میفته و اگر آرام همین دریچه باز بشه تا پایان خط لوله به صورت یک خط ممتد خواهد بود. پس این بستگی به باز کردن این دریچه و این شیر داره و همینطور اون دریچه که آب رنگی رو وارد خط لوله میکنه. بر اساس این دریافتایی که رینوز داشت نتیجه رو گرفت که انتقال جریان آرام به جریان آشفته توی یک لوله نه تنها به سرعت بستگی داره بلکه به قطر لوله و ویسکوزیته سیال هم بستگی داره. علاوه بر این اون فرض کرد که شروع تلاطم با یک عدد شاخص خاصی بیاد این رو نشون بده و این عدد شاخص رو به صورت یک نسبت بدون بودی به اسم خودش رینوز گذاشت که ما اون رو با آر این میشناسیم و اون رو با استفاده از این فرمول نمایش داد که این فرمول همون رینوز برابر میشه با دی وی بخشر نو، یعنی قطر لوله در سرعت بخشد ویسکوزیته سیار، و یک نسبت بدون بودی رو به دست آورد که بر اساس این شاخص بیاد اون جریان آرام آشفته و انتقالی رو مورد بررسی قرار بده و این شاخص رو هم با نام خودش نامگذاری کرد و ما اون رو به عنوان عدد رینوز میشناسیم. این نسبت بدون بودی هست. او با انجام آزمایش‌های متعدد نشون داد که برای جریان در لوله عدد بحرانی رینوز تقریباً 2000 هست، یعنی از 2000 بعد دیگه جریان حالت متلاطم میگیره، به سمت تلاطم و آشفتگی پیش میره. توی این مرحله جریان لوله آرام به جریان آشفته تبدیل میشه. انتقال از جریان آرام به جریان آشفته دقیقاً توی عدد رینوز 2000 اتفاق نمیفته و بر اساس تفاوت توی شرایط آزمایشگاهی از حدود 2000 تا 4000 متغیر هستش. این محدود از عدد رینوز بین جریان آرام و جریان آشفته رو معمولاً به عنوان منطقه بحرانی میشناسیم. جریان آرام در یک لوله دایره‌ای زمانی رخ میده که سیار در لایه‌های منظم جریان باشه. یعنی لایه‌های جریان توی لوله داخلی اگر به صورت منظم باشه در اون صورت جریان آرام هستش. توی جریان آشفته حرکت آشفته باعث میشه که ذرات کندتر آب مجاور دیواره‌های لوله به طور مداوم با ذرات پرسرعت در جریان میانی مخلوط بشن، در نتیجه ذرات کم سرعت در نزدیکی دیوارهای لوله به دلیل انتقال تکانه شتاب بگیرن، در اون صورت جریان آشفته اتفاق بیفته و همین دلیل توزیع سرعت توی جریان آشفته یک نواختر از جریان آرام هستش. پروفیل های سرعت در جریان آشفته به صورت کلی به صورت یک منحنی لگاریتمی نمایش داده میشن که این منحنی لگاریتمی صاف هستش
دو تا شکل من براتون آوردم که یکی برای جریان آرامه و یکی جریان آشفته. میبینید که به دلیل اختلاط در واقع اون جریان آشفته که با عدد رینولز بالا اتفاق میفته، این افزایش عدد رینولز موجب صافتر شدن این توزیع سرعت میشه که ما در جریان های آشفته این صافی توزیع سرعت رو نسبت به جریان آرام میبینیم. هر دو به صورت منحنی لگاریتمی هستن، اما به واسطه این که توی جریان آشفتمون عدد رینولز بالاتر هست، ما این منحنی لگاریتمی رو به شکل صافتر میبینیم. توزیع سرعت توی جریان آشفته صافتر اتفاق میفته. در شرایط عادی آب با عبور از لوله انرژی خودش رو از دست میده و بخش عمده ای از اتلاف انرژی یک ناشی از استحکاک دیواره لوله هست و اتلاف ویسکوز در سراسر جریان هستش. استحکاک دیوار بر روی ستون متحرک آب به زبری مواد دیوار و گرادیان سرعت در دیوار بستگی داره. یک مقایسه کلی که بین جریان متلاطم و جریان آرام میتونیم داشته باشیم اینی که جریان متلاطم داره گرادیان سرعت دیواری بالاتری نسبت به جریان آرام هست. عدد رینولز درش بالاتره و این باعث تلفات استحکاک بالاتری میشه. در واقع این انتقال مومنتوم موجب متلاطم شدن جریان میشه، در جریان متلاطم تشدید پیدا میکنه و نرخ اتلاف انرژی در جریان لوله هم تابعی از عدد رینولز و هم تابعی از زبری دیواره لوله. حالا یک مثال رو با هم حل میکنیم در مورد این جریان در داخل لوله ها. شما فرض کنید که یک لوله دایره‌ای به قطر 40 میلیمتر رو دارید که آب دمای 20 درجه سانتیگراد رو داره و از داخل این لوله عبور پیدا میکنه. بزرگترین دبی که میتونیم برای اون جریان آرام رو انتظار داشته باشیم رو میخواییم محاسبه کنیم. آب در دمای 20 درجه سانتیگراد ویسکوزیته سینماتیکی برابر با 10^-6 متر مربع بر ثانیه رو داره. این طبق یک جدولی هستش که توی کتاب‌های هیدرولیک هست و برای آب با دماهای مختلف ویسکوزیته سینماتیکی مختلفی وجود داره که برای آب با دمای 20 درجه ویسکوزیته سینماتیکی 10^-6 متر مربع بر ثانیه هستش. با در نظر گرفتن عدد رینولز 2000 شما می‌خوام جریان آرام اتفاق بیفته. به عنوان حد بالای جریان آرام محاسبات رو میایم بر این اساس انجام میدیم. عدد رینولز ما به صورت دیوی بخش بر نون تعریف میشد. دی قطر لولمون هست که 40 میلیمتر بود یا 400 متر. ضرب در وی سرعتمون بخش بر نون ویسکوزیته سینماتیکیمون که 10^-6 هست و این عدد رینولز هم که ما حد بالای جریان آرام رو براش در نظر گرفتیم 2000 هستش. با یک طرف این وسطه این وی برابر میشه با 0.05 متر بر ثانیه برامون به دست میاد. حالا ما هدفمون چیه؟ بزرگترین دبی رو به دست بیاریم. بزرگترین دبی که میتونیم برای اون جریان آرام رو انتظار داشته باشیم. دبی چطور به دست میاد؟ از آ ضرب در وی، یعنی مساحت ضرب در سرعت جریان. مساحت به صورت π^2، چون ما یک لوله دایره ای داریم و مساحت دایره π^2 هست، یعنی π^400^2 ضرب در سرعت جریان که ما سرعت جریان رو 0.05 متر بر ثانیه به دست آوردیم. با ضرب اینها و در نهایت انجام محاسبات مقدار ماکسیموم دبی که میتونیم انتظار داشته باشیم 6^28 ضرب در 10^-5 متر مکعب بر ثانیه برامون به دست میاد. پس این شد توصیف جریان در داخل لوله و اون شباهت ها و تفاوت هایی که جریان در کانال و لوله با هم داشتند. این مقدمه بر هیدرولیک هستش و در ادامه وارد مباحث پیشرفته تری خواهیم شد. در قسمت اول در ارتباط با جریان یک نواخت در کانال ها صحبت خواهیم کرد. ببینید که جریان یک نواخت چه خصوصیت و ویژگی هایی رو بایستی داشته باشه که ما اون رو به عنوان جریان یک نواخت در کانال در نظر بگیریم. اول اینکه عمق آب، منطقه جریان، دبی و توزیع سرعت باید در تمام مقاطع کانال بدون تغییر باقی بمونه. دوم اینکه شیب خط انرژی، سطح آب و کف کانال بایستی موازی یکدیگه باشه. بر طبق این شرط ما میتونیم بگیم که
شیب خط انرژی و شیب سطح آب برابر میشه با شیب کف کانال. در کانال باز آب توی کانال تنها در صورتی به حالت یک نواخت میرسه که بین مقاطع افزایش و یا کاهش سرعت صورت نگیره، یعنی تغییرات سرعت نداشته باشیم. این تنها زمانی امکان پذیر میشه که مؤلفه نیروی گرانش و مقاومت در جریان برابر و مخالف جهت همدیگه باشن. برای کانال باز یک نواخت یک نمودار جسم آزاد رو میتونیم بین دو بخش مجاور که ما این دو بخش مجاور رو منظورمون همون حجم کنترل هست برای نشان دادن تعادل مؤلفه های نیروی گرانش و مقاومت در نظر بگیریم. حالا نیروهای وارد بر جسم آزاد در جهت جریان چیا هستن؟ خب این نیروها شامل نیروی فشار هیدرواستاتیک F1 و F2 که بر روی حجم کنترل عمل می کنن. دوم نیروی بدنی اون وزن آب هست که در دسترس هست و اون رو ما با نماد W نشان می دیم که دارای جزء W سینوس تتا در جهت جریان هستش. سوم نیروی مقاومت یا نیروی استحکاکه که ما این نیرو رو با FF نشون میدیم که توسط کانال در کف و طرفین بر جریان اعمال میشه. مجموع تمام این مؤلف ها در جهت جریان برابر میشه با نیروی F1 همون نیروی فشار هیدرواستاتیک به علاوه نیروی وزن W سینوس تتا منهای F2 منهای FF که مؤلفه نیروی مقاومت هستش. جمع تمام اینها برابر با صفره. ببینید توی این شکل براتون مؤلفه ها رو نشون دادم و اعضای نیروها رو توی جریان یک نواخت توی کانال باز شما میتونید اینجا مشاهده کنید. ما گفتیم F1 به علاوه W سینوس تتا که نیروی در واقع وزن بود، F1 نیروی فشار هیدرواستاتیک بود، منهای F2 که از این سمت وارد میشه هم نیروی فشار هیدرواستاتیک است، منهای FF که نیروی چی بود؟ نیروی مقاومت بود. اینها برابر میشد با جمعشون برابر میشد با صفر و شما میبینید که شیب خط انرژی با شیب سطح آب و شیب کف کانال در جریان یک نواخت رو ما با هم مساوی در نظر گرفتیم. شیب خط گرادیان انرژی رو هم که با HDL توی این شکل براتون نمایش داده شده. حالا نیروی وزن ما چرا W سینوس تتا هست؟ به خاطر اینکه کف با یک زاویه به اسم زاویه تتا قرار گرفته. با توجه به اینکه هیچ تغییری در عمق آب در جریان یک نواخت وجود نداره، نیروهای هیدرواستاتیکی در دو قسمت حجم کنترل بایستی با هم دیگه برابر باشن، یعنی F1 و F2 بایستی با هم برابر باشن. وزن کل بدنه آبی برابر میشه با W به علاوه گاما A ضرب در L که حالا گاما که اینجا هست وزن مخصوص آب هست، A سطح مقطع جریان هست و L طول مقطع جریان هستش. در اکثر کانال های باز شیب کانال کوچیک هست و به طور تقریبی این شیب سینوس تتا برابر میشه با تانژانت تتا بر روی S0 شیب کف کانال. بر این اساس مؤلفه نیروی گرانش رو ما میتونیم به صورت W سینوس تتا برابر میشه با گاما A یا همون A مساحت جریان ضرب در A در S0 تعریف کنیم. در سال 1769 یک مهندس فرانسوی به اسم شزی فرض کردش که نیروی مقاومت در واحد سطح بستر کانال با میزور سرعت متوسط یعنی کابی به توان دو که توی این رابطه کابی به توان دو که یک ثابته، ثابت تناسب بهش میگن، متناسبه، یعنی که نیروی مقاومت ما یا همون FFمون متناسب میشه با کاوی به توان دو. بنابراین نیروی مقاومت کل یا همین که FFی که اینجا نمایش دادیم و توی این سر خدمتون آوردم برابر میشه با توی صفر پی یا همون محیط خیز شدم و ضرب در L طول مقطع
خب ما گفتیم که این متناسب بود نیروی استحقاقمون با کاوی به توان دو. کاوی به توان دو پی ال برابر هستش با نیروی استحقاقمون. توی صفر نیروی مقاومت در واحد سطح بستر کانال هست که توی معادله خدمتون آوردم و نشون دادم که به عنوان تنش بروشی دیوار هم شناخته میشه. با جایگزینی جز نیروهای ذکر شده تو معادله کلی که F1 به علاوه W سینوس تتا منهای F2 منهای F برابر با صفر هست، خواهیم داشت گاما ALS صفر برابر میشه با کاوی به توان دو در پی L که V برابر میشه با جذر گاما بر کا در A بخش بر P زد در S صفر. توی این معادله A بخش بر P همون شاهی سلیکی هست که توی قسمت اول و فصل اول این رو خدمتون توضیح دادم و گاما بخش بر کا با یک ثابتی به نام سی نشون داده میشه. توی جریان های یک نواخت هم گفتیم که S صفر یعنی شیب کف کانال با شیب خط انرژی با همدیگه برابر هستن. بنابراین این معادله به صورت زیر ساده میشه. میشه V برابر میشه با C رادیکال RH ضرب در S E. خب S C هم یک ثابت بودش دیگه. گاما بخش بر کا یک ثابته که اون رو ما با نماد در واقع C نشون دادیم. در طول قرون گذشته تلاش های زیادی برای تعیین ضریب شزی یعنی همون مقدار ضریب ثابت C انجام شده. ساده‌ترین رابطه‌ای که دارای بیشترین کاربرد توی ایالات متحده بوده توسط یک مهندس ایرلندی به نام مانینگ در سالهای 1895 تا 1891 انجام گرفته و به صورت زیر این ارائه شده. ضریب سی توسط آقای مانینگ به صورت سی برابر میشه با یک انوم آر اچ به توان یک شیشون نمایش داده شده و ارائه شده و محاسباتی صورت گرفته. در نهایت با جایگزینی این مقدار ضریب سی که توسط مانینگ ارائه شده بود توی معادله شزی معادله زیر به دست برمون میاد که وی برابر میشه با کای ام بخش بر ام آر اچ به توان دو سوم اس ای به توان یک دوم که این کای امی هم که اینجا قرار دادیم و یک ضریب هست بستگی به اون واحد معادلتون داره که اگر بر حسب واحد SI باشه یک هست و اگر بر حسب واحد فوت باشه و یا واحدهای دیگه مقدار در اینجا تغییر پیدا خواهد کرد. محاسبات جریان یک نواخت اساساً شامل 7 متغیره. این 7 متغیر چیا هستن؟ اولی ضریب صفری یا N هستش. شیب کانال S صفر که گفتیم توی جریان یک نواخت S0 با SE با همدیگه برابر هست. هندسه کانال که شامل مساحت مقطع جریان هست. شعاع هیدرولیکی RH عمق نرمال YN دبی جریان که با نماد Q نشون میدیم. سرعت متوسط یا همون V. معمولا زمانی که عمق نرمال جستجو میشه یک روش جایگزینی متوالی مورد نظره. یعنی اگر توی مسائلی که به ما گفتن که عمق نرمال رو پیدا کنید و عمق نرمال چی میشه ما یک روش جایگزینی متوالی رو برای این در نظر میگیریم. روش دیگه که وجود داره با استفاده از این گراف هایی هستش که ارائه شده که برای مقاطع زوزنقه‌ای، مستطیلی و دایره‌ای شما میتونید از این گراف ها استفاده کنید و عمق نرمالتون رو به دست بیارید. اگر توی یک مسئله ای از شما خواستن که عمق نرمال رو توی کانال برای جریان یک نواختتون محاسبه کنید. روش محاسبه برای این گراف ها به چه صورتی هستش؟ ببینید همونطور که مشاهده میکنید این گراف برای مقطع مستطیلی هست و گراف مقابل برای یک مقطع زوزنقه‌ای و دایره‌ای مورد استفاده قرار میگیره. توی محور افقی این گراف شما مشاهده میکنید که NQ بخش بر کای M S0 به توان 1 دوم B به توان 8 سوم. با قرار دادن مقادیر این پارامترها میتونید با در نظر گرفتن حالا اون شیبی که داره کانالتون مقدار عمق نرمال یا ایگرگ ان به بی رو به دست بیارید. برای اینکه ایگرگ ان خالص رو به دست بیارید
اون رو ضرب در بی میکنید و عمق نرمالتون به دست میاد. برای در واقع مقطع دایره هم به همین صورت هستش. توی مقطع دایره ایتون شما قطر اون دایره رو دارید دیگه، قطر اون کانال دایره ای رو دارید که اینجا دیه صفر هست. تفاوتش توی اینجا دیه صفر هست. توی حالتی که اینجا ام رو مشاهده میکنید، این برای کانال زوزنقه هست و این خطی که اینجا هست برای کانال مستطیلی هست. این ام ها مربوط به اون شیب کنارهای کانالی که مربوط به کانال زوزنقه هست. بنابراین اگر این پارامترها رو برای کانال مستطیلی بذارید و یک خطی رو رسم کنید، به این کانال مستطیلی به دست میاد و اینجایی بگه ام به بی رو به دست میارید. در شرایطی که کانالتون زوزنقه باشه و امهای مختلف رو برای شیب کناره ها داشته باشید، به این ترتیب با اشاره کردن به هر کدام از این شیب ها میتونید ایگرگ ام به بیتون رو به دست بیارید. توی کانال دایره هم که شما قطر اون دایره رو دارید که اینجا با دیه سفرتون نمایش داده شده و با قرار دادن هر کدام از این مقادیر این پارامتر رو میتونید مقدار عمق نرمال رو توی کانال دایره ایتون به دست بیارید. حالا یک مسئله حل کنیم در این مورد. یک کانال آبیاری مستطیلی رو با عرض 3 متر و دبی 25.3 متر مکعب بر ثانیه با عمق یک نواخت 1.2 متر، این عمق رو میاد هم میکنه این کانال مستطیلمون. اگر ضرب زبری مانینگمون 22,000 باشه، از ما خواسته که شیب کانال رو تعیین کنیم. خب برای حلش یک کانال مستطیلی داریم. حالا محیط خیز شده و شعاع هیدرولیکی رو باید برای این به دست بیاریم. مساحتمون برابر میشه با بی در وای که مقادیرش رو جایگزین میکنیم. خب این مقدار مساحت 36 متر مربع برامون به دست آمده. در ارتباط با محیط خیز شدهمون پی به علاوه 2 وای، چون کانالمون مستطیلی هست، محیط خیز شده همونطور که توی فصل اول خدمتتون توضیح دادم پی به علاوه 2 وای هست که میشه 54 متر. شعاع هیدرولیکمون آ بخش بر پی هست، مقدارش شده 667 هزارم متر. شیب کف کانالمون چون جریانمون یک نواخته با اسی برابر میشه و مقدار این شیب کف کانال با استفاده از معادله‌ای که مانینگ ارائه داده بود 41 هزارم برامون به دست خواهد آمد. حالا یک مثال دیگه رو میایم یک حل میکنیم. توی مثال میخوایم عمق نرمال جریان رو به دست بیاریم. اگر دبی توی کانالی که کانال مستطیلی بود توی مثال قبل خدمتتون توضیح دادم به 40 متر مکعب در ثانیه افزایش پیدا کنه، عمق نرمالمون چقدر میشه؟ همون شرایط مثال قبل رو ما در نظر میگیم، فقط دبی رو تغییر میدیم. میخوایم ببینیم که عمق نرمالمون توی این حالت چقدر خواهد شد. پارامترهای هندسی که داریم مساحت جریان هست، محیط خیز شدمون هست و شعاع هیدرولیکمون هست که روابطش رو نوشتیم و حالا میخوایم توی این روابطی که نوشتیم عمق نرمال رو حساب کنیم و مقدار وای ها رو ما نداریم. با جایگزینی توی معادله مانینگمون که اینجا کیو برابر میشه با 1 انوم آر اچ به توان 2/3 اس 0 به توان 1/2، این مقادیر رو جایگزین میکنیم. کیو رو میذاریم، ام رو میذاریم، آ آر اچ و اس 0 رو میذاریم که آ آرایش رو از اینجا داریم، اس صفرمون هم که در واقع شیب کف کانال هست جایگزین میکنیم و بعد از اینکه اینها رو جایگزین کردیم یک معادله به این فرمت برای ما به دست خواهد آمد. خب آ آرایش به توان 2/3 برابر میشه با 3 در وای ضرب در 3 وای بخش بر 3 به علاوه 2 وای به توان 2/3. خب مقدار این با یک طرف این وسط این از معادله قبل که در واقع 40 ضرب در 22,000 میشه بخش بر 41,000 به توان 1/2، با یک طرف این وسط این چون ما اونجا مقادیر معلوم رو داریم، مقادیر مجهولمون که همین هست رو یک طرف میذاریم، مقادیر معلوممون رو میبریم طرف دوم. مقدار این آرایچ به توان 2/3مون برابر میشه با 4.346. خب برای به دست آوردن عمق نرمال یا از جایگزینی متوالی استفاده میکنیم، همونطور که خدمتتون توضیح دادم، و از گراف استفاده میکنیم. خب با جایگزینی متوالی این رو توی معادله میذاریم، مقادیر مختلفی از در واقع وای رو میذاریم. برگردیم حالا این اسلاید قبلی که من خدمتتون توضیح بدم. اینجا مقادیر مختلفی برای وای میذارید و این رو انقدر تکرار میکنید تا به 4.346 هزارم برسید. در اون صورت در شرایطی که
این وایتون اون مقدار 4.346 هزارم رو داد، اون وای مورد قبوله و وای نرمال هست. این میشه جاگزینی متوالی. اما اگر بخواید از گراف استفاده کنید، این پارامتری که در واقع روی محور افقیتون قرار داره مقادیرش رو جاگزین میکنید و چون کانالتون مستطیلی یک خط مستقیم به این رسم میکنید و میبرید روی محور عمودی که اینجا 23 صدم بوده، 23 صدم رو پیدا میکنید، مثلا اینجا میشه 23 صدم حدود اینجاها، این رو میبرید بالا و وزن میکنید به محور عمودی که وقتی که اینجا وزن کنیم مقدارش برای ایگرگ ان به بی میشه 56 صدم. 56 صدم برای به دست آوردن ایگرگ ان در مقدار بی ضرب میشه و مقدارش برابر میشه با، یعنی 56 صدم ضرب در 3 برامون به دست میاد 1.68 متر. که اینجا اگر بخوام حدودی نگاه کنیم برای 23 صدم، حالا من تقریبا بگیرم 0.2 میشه این، ببرم بالا وزن کنم به کانال مستطیلمون و یه خط این رو ادامه بدم، تقریبا همون 56 صدم برامون به دست میاد. پس به این طریق هم میتونید از گراف استفاده کنید.